بنام خدا و سلام بر شما. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. وزیر امور خارجه پاکستان گفته است که در تماس تلفنی که با امیرخان متقی همتای افغانش داشته است، آقای متقی به او اطمینان داده است که دیپلمات‌ها و نمایندگی‌های سیاسی پاکستان در افغانستان مسئول هستند و نیز وعده داده که عاملان حمله به سفیر پاکستان را محکمه خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است که ایالات متحده حمله به سفارت پاکستان در کابل را محکوم می‌کند و خواهان تحقیقات کامل و شفاف در این زمینه است. با گزارشی که همکارانم هم در همین رابطه تهیه کردند توجه کنید. سفارت پاکستان در کابل پس از سفارت روسیه دومین نمایندگی دیپلماتیک که در دستکم 3 ماه گذشته مورد حمله قرار گرفت. اسلام آباد از کابل خواستار بررسی جدی این رویداد شده است. وزارت امور خارجه میگوید امیرخان متقی در صحبت تلفنی با بلاول بوتو زردادی وزیر خارجه پاکستان از بهر دستگیری و به کیفر رساندن عاملان این رویداد اطمینان داده و آن را محکوم کرده است. معاون سخنگوی این وزارت میگوید این دو مقام تاکید کردند که این چنین حملات نمیتواند روابط میان دو کشور را به تیرگی بکشد. د بهرنی چارو وزیر په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزی وغندلې او اطمینان ورکړ چې د سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه کیږي او د پیښې عاملینو د پیدا کولو او د قانون منګولو ته په سپارلو کې به پوره کوشش وکړي. همدارنګه ښاغلی بلاول بوټو سرګند کړ چې دغه ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نشي خرابولی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په داسې شومو اعمالو کې کامیاب شي. مقام های پاکستانی اما یکی پی دیگر این حمله را محکوم و خواستار بررسی فوری آن شدند. من تلاش مفتزانه به سوی قصد کاردار سفارت پاکستان در کابل را به شدت محکوم می کنم. درود بر نگهبان شجاعی که برای نجات شارژ دافیر گلوله گرفت. من خواستار رسیدگی فوری و برخورد با عاملان این اقدام شنی هستم. این حمله واکنش های سازمان ملل، وزارت خارجه امریکا، ایران و شمار از چهره های سیاسی از جمله حامد کرزی را در پی داشته است. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید نمایندگی های دیپلماتیک بر بنیاد قوانین بین المللی محافظت می شوند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان حمله به سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در کابل را به شدت محکوم می کند. ماموریت‌های دیپلماتیک تحت حمایت قوانین بین المللی هستند. وزارت خارجه امریکا هم با نگاهش این حمله خواستار تحقیقات شفاف شده است. ما برای کسانی که تحت تاثیر خشونت قرار گرفتند آرزوی بهبودی سری داریم و خواهان تحقیقات کامل و شفاف هستیم. کشورهای بزرگ جهان مثل امریکا و غیره اونا ایره میفهمن که این قسم عملات توسط خود پاکستان سازماندهی میشه به خاطر از این که نشان بدن که ما مورد عملات تروریستی قرار داریم و ما خود ما تروریست نیستیم و در نهایتش کشور ما زیر تهدید تروریسم است، در حالی که معکوس ازی است و جهان پاکستان به خوبی میشناسه. وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه گفته که عبیدالرحمن نظامانی کاردار سفارت هدف این حمله بوده اما به وی آسیب نرسیده، اما یک محافظ امنیتی زخم برداشته است. تا کنون گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. باز هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای دکتر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی امارات اسلامی از قطر، آقای کریم پیکار پامیر نویسنده و تحلیلگر از کانادا و همچنان آقای صادق شنوار آگاه مسائل نظامی تا لحظات دیگر با ما خواهد پیوستن. مهمانان عزیز را به بحث خوش آمدید میگم. دکتر صاحب اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. حمله بالای سفارت پاکستان در کابل کار چه کسانه بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست با شما و همکاران شما به مهمانان گرامی برنامه و ملت عزیز و مجاهد خوش سلامات احترامات را عرض می‌دارم. در این مورد چند نقطه قابل تذکر است. نخستین که این واقعه که رخ داد در حقیقت قابل نگاهش است و ما را نگاهش کردیم. یک عمل درست نیست، یک عمل غلط است، هر کس که این انجام داده. نقطه دوم این که تا هنوز در راستا تحقیقات به پایان نرسیده و تا هنوز معلوم هم نشده که کار از طرف کی ها بود. البته این شکل نیست که این نوع عملات
از طرف جهات ها یا اشخاص صورت میگیره که آنها دشمنان ملت ما هست، دشمنان کشور ما هست، دشمنان عربی و صلح و آرامش همه مردم افغانستان، و همچنان کسانی هستند که میخواهند مشکلات را در میان همسایه ها و کشور افغانستان و نظام امارات افغانستان ایجاد بکنند، که انشاءالله به فضل خداوند الله متعال و به فضل نصرت ملت و مردم انشاءالله و به تدبیر قیادت امارات افغانستان و به تلاش های مجاهدین امارات افغانستان انشاءالله به این نوع تحرکات و این نوع حوادث انشاءالله اجازه نخواهد داده شد تا آنها به مراد و به هدف خود برسند. بله، با در نظر داشت از اینکه گفتم میشه امنیت تامین است، سوال اساسی است که در اماکن دیپلماتیک در قلب کابل که مکانهای شدیدا محافظت شده هستند، چه گروه های توانایی همچون حملات دارند؟ دیگه هم باید ما در نظر داشته باشیم که اگر ما تصور داشته باشیم که در جامعه انسانی هیچ مشکلی رخ ندهد که قابل معقول نیست، منطقی نیست. در هر جا که انسان ها زندگی میکنند، او که رسمی باشه غیر رسمی باشه، طبیعتا دیگه از حوادث رخ میدهد و این را ما شما شاهد هستیم که در جامعه جهانی در کشورهای مختلف از جهان این چنین حوادث صورت گرفته، بلکه از این کده بدتر، که حتی در بعض جای سفیرهای کشورها کشته شده و در بعض جای بر سفارت ها هم را صورت گرفته، که اصلا مخالف همه اصول بین‌المللی و همچنان در پرتو دین مبارک اسلام، شرایط دین مبارک اسلامی است که باید مراکز دیپلماتیک و خود دیپلمات ها مسئولیت خود را داشته باشند و در این راستا توجه خاص باید وجود داشته باشد. ما می‌بینیم که در هر جای چنین حوادث رخ می‌دهد، حتی در کشورهای ما شما شاهد هستند در طی یک سال دو سال گذشته، که در کشورهایی که در آنجا نظام مستقر است، در اونجا از 100 سال یا از 50 سال از 80 سال در اونجا امنیت است، کدام مشکلی نیست. کشور ما که متاسفانه 43 سال در آتش و در جنگ بوده، نو ما از آتش برآمدیم، جنگ پایان یافته، فعلا امارات افغانستان الحمدلله توانسته که تا حد زیادی امنیت شهروندان خویش را، امنیت مردم خویش را و همچنان امنیت مراکز دیپلماتیک و امنیت کسایی که از خارج میرن اینجا تأمین شده، و در این راستا تلاش های زیادتر انشاءالله به خرج داده خواهد شد تا که از هر نوع حوادث ناگوار جلوگیری صورت بگیره. بله، دست کم در 3 ماه گذشته این دومین حمله ای است که بالای یکی از اماکن دیپلماتیک پس از سفارت روسیه در کابل رخ میده. یک حمله انتحاری در مقابل سفارت روسیه رخ داد، تعداد از دیپلمات های اونا کشته شدن. همچون حملات چقدر میتونه روی روابط امارات اسلامی و حضور خارجی ها و نمایندگی های دیپلماتیک در افغانستان تأثیر گذار باشه؟ خب ما عرض داشتم که اگر ما تصور داشته باشیم که هیچ حوادث رخ نده در جهان، ما میبینیم که از این که گفتم بسیار بدتر حوادث رخ داده. یکی دیگه این که همه میدانن که در این راستا امارات افغانستان کدام قصوری نداشته، بلکه مسئولیت خود را به شکل بهتر و بیشترش از همه دیگران کده انجام داده، و این یک مسئولیت اسلامی، یک مسئولیت ملی کشور ما است که ما باید برای تامین منافع ملی خیش، برای تامین منافع کشور مردم خیش و همچنان در راستای پرتو اصول دینی مبارک اسلام هم ارشادات وجود داره، در غیر از اون در اصول بین‌المللی هم که باید حفاظت از مراکز دیپلماتیک و از روابط دیپلماتیک باید در اونجا صورت بگیره، و که ما انشاءالله در این راستا کدام تلاش‌های خود را بیشتر و بهتر انشاءالله خواهیم کرد. و نکته دوم این که بعضی ها در جهان ما شما می‌بینیم که متأسفانه کشورها و بعضی علاقات مغرض در هر جا وجود داره، آنها تلاش دارن که مشکلات را ایجاد بکنه، اما در اینجا ما میتونیم بگیم که حوادثی که شما اشاره داشتین در اینجا رخ داد، الحمدلله دشمنان اسلام، دشمنان ملت و دشمنان کشور، قسمی که آنها میخواستن که به اهداف خود برسن نرسیدن. یکی از ویژگی‌های حوادثی که در کابل رخ داد خصوصا در یک دو سه روز، یکی از آنها است که مجاهدین امارات اسلامی افغانستان تدابیر را گرفته شده و آنها اجازه نداده نشد که آنها به هدف خود برسند، که یکی از اهداف مهم امارات اسلامی افغانستان هم است. ما چیکنیم دشمن را نگذاریم تا
که آنها به هدف خود برسند. در اونجا الحمدلله قسمی که آنها شما در جریان هستیم که در زمان حادثه که رخ داد اونجا بسیار پلان بزرگی را داشتند. همچنان در کشور شهر داشتیم چند پیش در پیش سفارت روسیه و همچنان دیروز که در سفارت پاکستان آنها طبعا پلان های بسیار سنجیده و بسیار پلان های بزرگی را داشتند که الحمدلله نمراد و ناکام شده و ناکام هم میشوند. من فکر کنم شاید از یک نگاه که ببینیم باید قوت های مدرن افغانستان تدبیر و حکمت و ترتیبی که را گرفتن در این راستا باید تقدیر شوند که الحمدلله توانستن که جلوگیری از تلفات بسیار هنگفت را که دشمن هدفشان بود یا میخواستن را ایجاد بکنن نتوانستن. بله، قسم که شما مشاره کردین حال دیده میشه که بگونه بسیار هدفمند و سیستماتیک اماکن دیپلماتیک مورد هدف قرار میگیره. گروه هایی که همچو حملات را انجام میتن به دیدگاه شما هدفشان چی است؟ آیا نمیخواین که نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای بیرونی در افغانستان حضور داشته باشه؟ من پیشتر هر داشتم که کسانی که این نوع حملات را یا این نوع کارهای بزدلانه بگوییم یا دشمنان را انجام میدهند، آنها در حقیقت دشمنان آرامش هستند، دشمنان ملت هستند، دشمنان کشور هستند. آنها میخواهند که در هر جا تشنج باشه، در آنجا مشکلات باشه، نمیخواهند که مردم در آرامی زندگی بکنند و در شکل به شکل عام آنها میخواهند که روابط امارت اسلامی افغانستان، نظام افغانستان و ملت افغانستان و مردم افغانستان را با دیگر کشورها به تشنج بکشانند، در آنجا مشکلات ایجاد بکنند که آنها را ما شما میبینیم در 43 سال جنگ بوده، در آنجا مشکلات بسیار زیادی وجود داشته و می حوالقاتی بود، می دشمنان ملت و دشمنان مردم بودن که این راستا بسیار مشکلات را برای مردم، برای کشور، برای ملت ایجاد کردن. آنها هنوز هم آرام نمیشینند، باز هم میخواهند که اینجا مشکلات ایجاد بکنن، اما انشاءالله نمراد میشوند، از بین خواهند رفتن. و یا باز ما قسمی که پیشتر هم عرض داشتم ایده در ذهن ما باشه که قسمی که دیگه دنیا و دیگه کشورهای جهان حوادث رخ میدهد، رخ دادن یک حادثه به این معنی نیست که در اونجا دیگه همه چیز از هم پاشیده، هیچ چیز به اصطلاح امنیت نیست و دیگه نخیر نیست. حوادث رخ میدهد، اما نقطه در کجاست؟ اینجا است که چطور میتونیم نخست جلوگیری از حوادث صورت بگیره. اگر نقطه دوم حوادث هم تا حدی که آنها هدف دارن، هدفشان خونسا شوند، یعنی آنها مخیران که بسیار تلفات را ایجاد وارد بکنن، از این جلوگیری شوند. نقطه سوم این که مرتکبین این جرائم گرفته شوند و سزای اعمالشان رسانده شوند. بسیار تشکر آقای که پامیران با ما پیوستن. پامیر صاحب شما را به بس خوش آمدید میگم. در همچو شرایط که گفته میشه تلاش میشه روی گسترش روابط حکومت موجود با دنیا، انجام حملات تروریستی بالای اماکن دیپلماتیک چقدر میتونه روی این روابط تاثیر بگذاره؟ با تقدیم احترام به شما و مهمانای عزیز و مردم عزیز افغانستان، باید خدمت شما عرض بکنم که از مدتی به این طرف وضعیت کشور ما بسیار تبدار و بسیار تکان دهنده شده. اوضاعی که امروز جریان داره در کشور ما به شمول انفجارها و حملات هدفمند و امثال هم، این خودش گوشه های بسیار مختلف و پیچیده و عمیقی داره. بسیار مشکل است که ما یک بود مسئله را مد نظر بگیریم. در اینجا مثلا از اختلافات درونی در درون یک نظام، در درون یک حکومت گرفته تا موجودیت مثلا میتونه موجودیت یا موقعیت پی تی تی یا تی تی پی یا طالبان پاکستانی را هم مد نظر بگیریم، به خاطری که جانب پاکستان تا جایی که دیده میشه بالای مقام های طالبان فشار وارد میکنه که این طالبان پاکستانی باید پناه داده نشن و یا حمایت نشن. خب یک نقطه را هم ما فراموش کرده نمیتونیم که بازی ها رنگارنگند. یکی از بازی ها شاید هم امی باشه که در محاسبه باید بگنجانیم که از او جانب هم سبوتاش صورت بگیره تا روابط دو کشور و دو حکومت بر هم بخوره و طالبان نتونن رابطه گرم و قابل قبول داشته باشن با جانب پاکستان. همچنان میتونیم پای شبکه های استخباراتی جهان غرب در اینجا داخل بکنیم و یا محاسبه بکنیم که این کشورها میخواین داعش بزرگ بسازن با یک سلسله از اقداماتی که انجام میتن، اقدامات خونین که البته در پیامدها
در مورد پیامدهای این اقدامات خونین خودشان هیچ وقت باکی ندارند ولو که صدها انسان به خاک و خون بغلته. اما وقتی هدف خود را تعیین میکنند در یک نقطه و چند نقطه، پی هدف خود میرن و کار میکنند. احتمالاً با بزرگسازی داعش در افغانستان برنامه هایی را که مد نظر دارند میخواین در افغانستان پیاده بکنند. همچنان میتونیم بحران سازی هایی را که جهان غرب همیشه مد نظر دارد در یک کشور و در نقطه مورد نظر خودش با اشکال مختلف و امکاناتی که در اختیار خودش دارد از مادی تا معنوی میتونه بحران خلق کند، بحران چاق بسازه، عمیق کند تا بعدا خودش بتونه بالای بحران مدیریت بکنه. این هم یکی از نقطه های است که ما باید مد نظر بگیریم. و همچنان نقطه های آماسیده که نقطه آخرام که خدمت شما عرض بکنم، در درون سینه ها و در درون جامعه افغانستان از مدت ها به این طرف، از سال ها به این طرف وجود دارد. انفجارها، کشتارها، قربانی هایی را که ظرف مثلا 20 سال گذشته مردم ما داشته به انواع مختلف میخواین این را هم تبارز بدن. سایر این نقاط ما میتونیم مد نظر بگیریم تا به نتیجه برسیم. ادامه یه تحول پس از وقفه. ادامه برنامه بازم خوش آمدید. شنوندگان سپ شما رو به بس خوش آمدید میگم. در فضای حاکم در افغانستان چه گروه های توانایی حملات همچون حمله دیروز بر سفارت پاکستان را داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به بینندگان تلویزیون شما و همچنان به میهمانان عزیز. ببینین این عملات که بالای مراکز آموزش و مساجد، مکاتب، مدارس صورت میگیره، خلاف تمام موازین اسلامی است. ولی در اواخر هم یا عملات خود گروه مختلف و گروهی که در عقب ازی دستگاه استخباراتی وجود دارد و میخواه که افغانستان طور وانمود بسازه که گویا یک کشور ناامن است، یک تصویر و یک زینت منفی به کشورهای جهان داده شود و همچنان افغانستان یعنی به مرکز گروه تروریستی مبدل شده. ولی تا جایی که دیده میشه این گروه ها که هستن، اگر در افغانستان هست مثلا تحت نام داعش هست که مسئولیت ها را یا به دوش گرفتن، این طور یک گروهی که او گویا در آینده برای افغانستان و به این نظام فعلی امارت اسلامی خطر باشه وجود ندارن. ولی باز هم عقب از یک سناریو وجود دارن و استخبارات منطقه و کشورهایی که در اینجا منافعشان در این 20 سال تامین بود حال در خطر است یا کوشش میکنه که در عقب همچو قضایا دست داشته باشه و یا را هم مدیریت بکنه و تمیل بکنه و تجهیز بکنه تا که به جامعه جهانی نشان بتن که در اینجا هم نیست. حتی هم دیدین که دیروز بالای سفارت پاکستان هم حمله صورت گرفت و قبل از این هم اینطور یک حمله هم بالای سفارت روسیه صورت گرفته بود. ولی هم یا انتظار ازیر هم دارن که عملات بیشتری هم صورت بگیره. ولی به این واید این توانایی را امارت اسلامی و استخبارات امارت اسلامی داره که یا را مثلا یا خونسا بسازن و یا جلوی زیر بگیرن. ولی در اینجا به یک مدیریت درست نیاز است که این ارگانه کشفی و استخباراتی را به شکل اساسی و مسلکی مدیریت بکنند تا جلوی همچه قضایی را که قبل از اینکه یا به اهداف خود برسه ایر خونسا بسازن. بله، احتمال از اینکه استخبارات منطقه یا استخبارات قدرت هایی که در افغانستان منافعی دارند در این حمله ها دست داشته باشه وجود دارد؟ بله، این طور یک ما اشاره کردم، این طور یک استخبارات منطقه که او گویا این طور یک پاور باشه، قوی باشه، فکر نمی کنیم در این طور یک فضایی که فعلا در افغانستان حاکم است و 34 ولایت تا به شمول تمام ولسوالی‌ها و قریه‌ها تحت پوشش
حاکمیت طالبا هست، ولی فکر نمی کنم که یا ای طور یک حمل را انجام ده. ای طور عملات بزرگانه هست در هر کشور است، در کشورهای پیشرفته. مثلا ما شاهد ازی هستیم که چند هفته قبل تقریبا دو انفجار صورت گرفت در ترکیه، قبل ازی در یک کشورها تا در خود امریکا و دیگه کشورها صورت می گیرن. ولی در اینجا همی گروه ها هر کشور از خود مخالفین داره، ولی به شکل از اشکال یا عملات خود انجام میتن و یا از خالیگاه استفاده میکنن. ولی ای به این معنا نیست که در اینجا مثلا این توانایی را طالبان نداشته باشه، و ما زیاد طرفداری طالبان هم نمیکنم، چون ما خودم هم طالب هم نیستم، ولی در امارت هم اینطور یک مسئولیت بزرگ ندارم که ما بگویم که ما حمایت میکنم یارا و هر گپی را به طرف ازیا بزنم. ولی بیاین امی حقیقت باید ما درک بکنیم، بیاین بالای حقیقت موضوع. هی است که قبلا هم تقریبا بیش از 47 کشور در افغانستان بود، ناتو بود، امریکا بود، تکنولوژی بود، امکانات بود، همه گه چیز بود، ولی ما شاهد بعض قضایا بودیم که در افغانستان این درست مدیریت نشد، حتی زیاد تلفات داشتیم روزانه. حتی این روزای هم شده که ما به این میز گفتگو اینجا آمدیم تقریبا شاهد 15 الی 18 انفجار بودیم، تلفات بودیم. ولی این حالت فعلا در افغانستان حاکم نیست. اینجا هرچی مدیریت میشن، وضعیت مدیریت میشن. ببینین در آخرین نقاط افغانستان هم یک کسی در اونجا یک شورش برا پرتن با طالبا و استخبارات طالبا به دادشان میرسه. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم. دکتر صاحب، تحریک طالبان پاکستان که روابط خوبی هم با امارات اسلامی داره و در تخاصم آشکار با حکومت پاکستان است، آیا میتونه یکی از عاملین حمله دیروز باشه؟ در اینجا من میخوام به چند نقطه اشاره داشته باشم. نخواست که پالیسی امارت اسلامی افغانستان این است که ما هیچ گاهی به هیچ جهت، به هیچ فرد، به هیچ کشور اجازه نمیدهیم که خاک افغانستان را بر ضد منافع دیگر کشورها استفاده بکنند. چونی هم در پرتاب دین مبارک اسلام و هم در روشنایی منافع ملی کشور ما و هم از نگاه اصول بین‌المللی مخالف همه نرم‌های انسانی تعاملات کشورها می باشد. دیگه به اساس ما هیچگاهی به هیچ کسی اجازه نمیدهیم و ندادیم. وی تعهد ما است که ما در تاقنامه دعا هم کردیم و به این التزام داریم. دیگه به اساس این حرفا از هر طرف که گفته میشه واقعیت نداره که در اینجا کدام کس و کدام شخص یا کدام جهت باشه که در اینجا بر ضد منافع دیگر کشورها، کشورهای همسایه یا که منطقه و فرا منطقه در اینجا کدام اقدامی بکنن که بر ضد امنیت آنها باشه یا بر ضد منافع آنها باشه. دیگه این نقطه اصلا فیصله شده است، این پالیسی ما زمستان بسیار واضح است. خودمی که روابط ما با همه کشورها، با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه فرا منطقه، ما این را بارها گفتیم که ما روابط ما با کشورها است و ما می خواهیم که در برتری دو اصل اساس که یکی دین مبارک اسلام است و یکی منافع کشور و ملت ما است، ما می خواهیم با همه کشورها روابط ایجابی داشته باشیم، روابط مثبت داشته باشیم. حتی ما گفتیم که امریکا هم که چون در 20 سال اینجا کشور ما را اشغال کرده بودند، در اونجا جنگ بود و فلان و هاز کشور ما خارج شدن که سو کشور مستقل گردید، ما میخواهیم که منافع مشروع همه را در پرتاب همین دو اصل که ما اشاره داشتم که دین مبارک اسلام است و منافع ملی است، ما آماده هستیم در اونجا منافع آنها را در نظر بگیریم. همچنان آنها هم باید منافع مشروع کشور و ملت ما را در نظر بگیرند که همین تعاملات انسانی است که اگر که جهاد یا دو فرد حتی دو همسایه در یک قریه هم زندگی میکنند، باید منافع یک دیگر را، منافع مشروع را طبعا در نظر داشته باشند. دیگه به اساس ما در این راستا هیچ کدام مشکلی نداریم و به هیچ کس اجازه نمیدهیم که در اینجا مشکلات را برای ملت ما و مردم ما یا با دیگر کشورها ایجاد بکنند، چون این مخالف دین مبارک اسلام هم است، مخالف منافع مشروع ملت و مردم ما هم است. بله، اما پاکستان واضحاً بارها گفته که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند و از افغانستان میتونن که پاکستان را متضرر بسازن. حتی یک بار رسماً از حکومت موجود در افغانستان خواستن که رهبر ای گروه را به حکومت پاکستان تسلیم کنن که ای کار نشد و پس از او یک حمله هوایی در مناطق مرزی افغانستان هم داشتن که مطمئن هستم شما باید داره.
در این مورد متاسفانه بگویم که کشورها یا جهات‌ها یا هر کسی که باشن نظرات را که داشته باشن، ما بارها گفتیم که بجای از اینکه موضوع به مطبوعات کشانیده شود، در مطبوعات حرفا هیچ گاهی مشکل را حل نکرده و نمیتونه که حل بکنه. ما گفتیم بازم پالیسی اسلامی افغانستان است که هر کسی که هر جهت و هر کشوری که مشکلی داشته باشه، نگرانی داشته باشه، تشویش داشته باشه، میتونه از امو راههای مشروع و روابط دیپلماتیک آنها با نظام فعلی در اونجا شریک بسازن در راستای حل مشکلات باشه، برای راه حل معقول منطقی پیدا شود. اما اینکه اتهامات است یا نظرها است، هر کس نظر خود داره، معلوماتشان شاید درست نباشه یا نظر دیگری باشه، هر چیزی که خب بازم ما باید اظهار بدارم به صراحت که امارات افغانستان هیچگاهی به هیچ فرد، به هیچ جهت، به هیچ کشوری اجازه نمیده که خاک افغانستان را، خاک مردم افغانستان را بر ضد دیگر کشورها استفاده بکنه و در اینجا مشکلات را ایجاد بکنه. دیگه به اساس اظهارات را که شما گفتن که صورت گرفته، در اون وقت هم جوابش داده شده هم از راه های دیپلماتیک و هم از راه های دیگر به اون موضوع پرداخته شده. موضوع ما بازم دایده همی پالیسی ما هست، میگیم به هر کسی که مشکلی داشته باشه، تشویش داشته باشه، باید اون از راه های مجراهای قانونی و اصولی و چیشان برای حل آنها کوشش داشته باشیم، تلاش داشته باشیم، چون تبوتن مشکلات را حل بکنیم. اما اینکه در مطبوعات حرفا میبراید طبیعی است که اونجا مشکل را حل کردن نمیتونه و نه راه حل مشکلات است. سپاسگزار است. ادامه یه تحول پس از وقفه. به ادامه برنامه باسم خوش آمدین. پامیر صاحب، حمله دیروز بالای سفارت پاکستان در کابل واکنش های گسترده ای را در پی داشته. یکی از واکنش هایی که توسط نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان صورت گرفته، گفتند که کابل به پاکستان مهمترین سفارت است که این کشور میتونه داشته باشه. چی چیزه به نظرتان کابل را برای پاکستان یکی از مهمترین کشورهای میسازه که میخواه با او ارتباط داشته باشه؟ نقاط بسیار مهم سیاسی و استراتژیک در اینجا در میان است. این سخن تازه هم از جانب پاکستانی ها نیست. از مدت ها سال ها به این طرف پاکستان افغانستان به صورت کل و کابل به صورت خاص نقطه بسیار مهم و مورد نظر خودش حساب کرده. مثلا زمانی که جنرال ضیاءالحق و همکارانش بالای قدرت بودن و استراتژی در مورد افغانستان ساختن، در اون زمان با صراحت گفتن که کابل مغز افغانستان است، یعنی مغز پیکر افغانستان است، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، قومی، زبانی، تجارت و امثال هم، همه ای ارزش ها در کابل یعنی پایتخت افغانستان تراکم کرده. و یا به معنای دیگه جانب پاکستان سنجیده بود که کابل نقطه یا گریگاه اتحاد تقریبا سراسری افغانستان شده میتونه، چون در مورد افغانستان برنامه تخریبی داشتن از ابتدا روی سیاست های متقابلی که از زمان سلطنت محمد ظاهر شاه و خصوص جدیت های داود خان در مورد پشتونستان و خط دیورن و امثال هم میانشان وجود داشت. لذا پاکستانی ها مخصوصا شبکه استخبارات نظامیش به نام آیسای در این موارد کار بسیار دامنداری انجام داد که حتی جانب حکومت افغانستان بسیار غفلت زده شد در این موارد. بنابرای زمانی هم جنرال ضیاء و اختر عبدالرحمن مرد بسیار قدرتمندش گفته بود که کابل باید بسوزد. چرا چنین حرفی گفتن؟ حرف به خاطری گفتن که شهر کابل نه تنها یک شهر باستانی بلکه گریگاه اتحاد اقوام مختلف افغانستان بوده. پس میبینیم جوانب مختلف، شبکه های استخباراتی هدفمند و مغرض وقتی بخواین در یک مورد کار بکنن، تنها از یک جهت کار نمیکنن، از جهات مختلف فشار وارد میکنن. بنابر سفارت پاکستان در کابل و برنامه های سیاسی و استخباراتی پاکستان در کابل از جمله برنامه های بسیار مهمیش بوده، ما تردیدی نداریم. هر کسی را که در کابل به عنوان سفیر زبان میکنن، او سفیر از جمله سفرای بسیار برگزیده و مهم و باید آگاه در امور افغانستان باشه، مخصوصا در این شب و روز.
حمله که بالای سفارت پاکستان بخصوص صورت گرفت، من فکر میکنم که بازم گوشه های مختلف خود داره، از اون جمله احتمالاً یکی دو سه نقطه مهم باشد. اول عقده‌های دینی که در درون افغانستان وجود داره، در قسمت برخوردها، سیاست‌های تخریبی و جفاهایی را که در سالهای طولانی از جانب مقام‌های پاکستانی علیه منافع ملی ما صورت گرفته. دوم، باز هم خدمتتان عرض می‌کنم، دست‌های حتما هستن، وجود دارن و بکار هستن که رابطه پاکستان با افغانستان و خصوص در این حالت بسیار حساس موجود که از نظر اقتصادی مردم ما شدیداً لطمه خوردن و شدیداً نیاز دارن به سفر به طرف پاکستان، چه از نقطه نظر تداوی ها، چه از نظر پناهندگی و چه از نقطه نظر تجارت و امثال هم، میخواین این دسته ها این رابط برهم بزنن تا مرزها بسته شود، چنان که مقام های پاکستانی همیشه با اندک بهانه مرزهای خود برخ مردم افغانستان و یا حکومت افغانستان بسته. این هم شامل همه محاسبات خواهد بود. پس می‌بینیم که در هر حالتی در منطقه نه تنها افغانستان، به تمام کشورهای منطقه و همسایه افغانستان بسیار مهم است از هر نقطه نظر، بلکه برای پاکستان به درجه اول. و پاکستان سالها سرمایه گذاری کرده بالای افغانستان که گپ مسلم است، قابل پنهان کردن هم نیست، هدف های بسیار بزرگی داره. از این جمله یکی از هدف های بزرگش که افشا شده و خودشان هم میگن و چندین افسر آیس های حتی در برنامه های تلویزیونی با گستاخی تمام در مورد افغانستان ادعای ارزی دارد، برخلاف ادعای سابق افغانستان. بنابراین در این مورد بسیار عمیق کار میکنند. ممنون شینواری صاحب. چند پیش پاکستانی ها یک حمله هوایی کردند در نقاط مرزی افغانستان. دلیلشانی بود که گروه های تروریستی در افغانستان حضور داره و میتونه که امنیت پاکستان را مختل بسازه. حالا پس از اینکه یک حمله بسیار سره بالای نمایندگی دیپلماتیک کشور در کابل صورت گرفته، آیا میتونه یک دلیل تازه بر از این کشور باشه که بازم همچون حملات را انجام بده؟ ببینین، این قضیه که قبلا از این هم یک حمله داشتیم که بالای یکی از اماکن مذهبی این دوستان بود در کارت پروان. خب اینجا تقابل کشورها را ما هم باید نادیده نگیریم. مثلا تقابل بین پاکستان و این دوستان، تقابل بین روسیه و امریکا، همچنان همینطور تقابل بین امریکا و چین و همچنان تقابل هندوستان با کشور چین، این باید ما یک عنصر مهم در منطقه این باید بپذیریم که در عقب طور قضایا میخواین مثلا فعلا مناسبات ما با پاکستان چون یک کشور همسایه ما تقریبا بیش از 2000 کیلومتر ما سرحد داریم، یک کشور مسلمان است با ما همسایه است و همچنان کشور ایران، ولی در اینجا هم ای اساسات ها و تقابل ما مد نظر بگیریم. میره فراموش نکنیم که مثلا نمیخوای مثلا پاکستان با افغانستان، حکومت افغانستان یک رابط خوب داشته باشه، هندوستان ممکن در اینجا استخباراتش کار بکنن و یا هم در اینجا هندوستان هم در اینجا مثلا با حکومت فعلی امارت اسلامی یک تعامل و یک رابط خوب داشت و دارن، ولی هم در اینجا در امسال و یا اماکن مذهبی زیر حمله گرفتن. این اساسات ها را باید ما مد نظر بگیریم، ولی ما با این اساسات ها به احتیاط ما برخورد بکنیم. خب در اینجا ادعای وجود دارن، مثلا پاکستان هم ادعا میکنن که گویا از خاک افغانستان خطر است، و ای که خطر است، کدام خطر، از کدام ولایت افغانستان، سرحد افغانستان به یا خطر مواجه شدن، چی وقت، به کدام مسئله،
یعنی اینمی ادای مجرد و محض که ای از لحاظ حقوقی فکر نمی کنم که عنصر خود تکمیل کرده باشن. بله. یک ادا از قبل از عمل انجام شده است که ای از لحاظ حقوقی فکر نمی کنم که پذیرفتنی باشه و همچنان به ای ما چی کنیم به ای وقت خودم مردم افغانستان و مسئولین ای را ضایع نبکنن. ببینین که قبل از این امی ادا هرچند اگر درست نیست، هرچند اگر بار حقوقی داره، هرچند اگر عناصر حقوقیش تکمیل نکرده اما باعث شده که عملیات بالای افغانستان صورت بگیره، حریم هوایی افغانستان نقض شود و ده ها افغان به خاطر این حمله کشته شود. ببینین حریم کی نقض میکنن؟ مثلا امی مواد که در دوحه با طالبا و امریکایا صورت گرفت کی را نقص کرد؟ امی امریکایا نقص کردن که مثلا حریم فضای افغانستان تحت پوشش استخباراتی هوایی خود تا فعلا هم قرار داده، ولی هم همچنان هم در هفته قبل گفتن که ما با یک سلسله اقدامات بعدی را هم روی دست میگیریم که به حساب تی تی پی که در افغانستان هستن ادعا وجود دارن. قبل از هم میان به این موضوع که تاجیکستان هم ادعا داشتن که در حدود 10,000 افراد مسلح و به گروه تروریستی در سرحد تاجیکستان هستن، عطایی را هم گفتن که باز گفت تا 12,000 نفر از تحت تربیه و تعلیم و تربیه قرار دارن. همچنان قبل از این هم ادعا را ازبکستان کرده بودند که 5,000 و در حدود 5,000 گروه تروریستی هستند، ای که در کجا هستند؟ در سرحد ما هستند. حتی یا باید قرائن شواهد دلایل یا باید ارائه بکنن، یا ما برای ذات تعجب میکنیم با وصف که یا کشورهای پیشرفته هم هستن، کشورهای هستن خودکفا هم هستن، مثل ما وره مشکلات نداره، ولی استخبارات از ضعیف عمل میکنن. بگیرن یا اسناد شواهد یا تایید بکنن، ایره با جامعه جانی نشان بتن، به ملل متحد رای بکنن، یا چرا می کار نمی کنن؟ اگر چنین چیزی در افغانستان موجود باشه و چیزی که موجود نباشن، این یک ادعای محض است، ولی اینطور معلوم میشه که یا یک سناریو جریان داره و پشت عقب از این هدافی از یا هستن که یا هدف به کدام شکل ایره افغانستان یک کشور جنگ زده، یک کشور که در اینجا مرکز تروریست هاست، ایره وانمود بسازن. ولی از لحاظ حقوقی ای اسناد شواهد اینجا نیاز است، یا باید ارائه بکنن یا باید به جامعه جهانی ایره نشان بتن که اینمی اسناد است، اینی اسناد است، اینمی شواهد است، اینی قرائن است. یک ادعای محض، یک ادعای محض فکر نمی کنم که عنصر قانونی خود تکمیل کرده باشه. اگر واکن اسناد وجود نداره، شواهد وجود نداره، ادعای محض صورت میگیره در هر حالتش و نمیتونن اون کور ثابت بسازن، هدف چی میتونه باشه؟ خب ما اشاره کردم که یک سناریو عقب پرده وجود دارن. امریکا که در افغانستان آمده بود با جمع ناتو و ای کشورهایی که در اینجا زیرسلاح بودن در افغانستان، ای که در 20 سال یا به چی مقدار به اهداف استراتژیک خود رسیدن یا نرسیدن و بعد از این یا چی را دنبال میکنن و اهداف استراتژیک امریکا چی است در افغانستان و اهداف استراتژیک اینمی کشورهای منطقه و زیرسلاح چی است، ای همسایه چی میخواین، اهداف استراتژیک بعدی امریکایا چی است، یعنی امارت اسلامی از یا چی میخواین، ای باید روشن شوه. ولی ای نیاز به ای یک دیالوگ و نشست ها نیاز است. ببینین نشست ها صورت میگیره، کنفرانس ها صورت میگیرن در غیاب نماینده های امارت اسلامی، هموارم بخواین دارم اونجا اسناد شواهد قرائن بر روی میز بانن برشان، یا بین اینمی گروه اگر باشه ایر مار بکنن، اگر گروه باشه ایر از بین ببرن، و اگر گروه بیشتر از ای باشه ایر از امسرت بکشن و ببرن که در کشور ما شما دامن به نامنی نزنید. سپاسگزارم. ادامه یه برنامه پس از وقفه. ادامه یه برنامه بازم خوش آمدین. دکتر صاحب، در قسمت از بحث ها به تنش های کشورهای بیرونی مثل هند و پاکستان در افغانستان اشاره شد. سوالی است که آیا هنوز هم تضادهای سیاسی نیابتی بعض از کشورها در افغانستان زنده است؟
در این راستا میدان سیاست چیزی که مهم است برای هر کشور و هر ملت منافع خودش مطرح است. هر کس میخواهد که منافع خودش را برآورده بسازه. خود این منافع دو حالت داره، یکی اگر خواسته باشد که هر کس هر جهت که منافع خودشان برآورده شود باید منافع دیگر را هم در نظر بگیره. اگر کس خواسته باشد که صرف منافع خودش را برآورده بسازه و در طرف مقابل یا در جهات دیگر جهات منافع آنها را منافع مشروع آنها را در نظر نگیرند، طبیعی است که منافع آنها هم برآورده نمی‌شود. نکته دوم این که من فکر کنم در 43 سال برای اولین باری است که یک حالت به میان آمده، یک سیاست فعلا در افغانستان حکومت برای آن داخته نظام که شاید بی‌نظیر باشه. چی مانا برای بار اول است که در اینجا سیاست ها و یا تشنجات کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه در اینجا افغانستان برایش میدان بازی نیست. این را ما بسیار به صراحت گفتیم، چه در مجالس خصوصی با همین کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه و چه در مطبوعات و چه در سیاست. ما بسیار واضح ساختیم که ما هیچ گاهی به هیچ کشوری به هیچ جهتی اجازه نمیدهیم که برای برآورده ساختن منافع خویش افغانستان را میدان بازی بسازد. و این را هم گفتیم که ما با همه کشورها روابط مثبت میخواهیم. میخواهیم منافع همه کشورها را در اینجا منافع مشروعشان را طبعا در پرتو شهادت دین مبارک اسلام، در پرتو منافع ملی کشور خودمان، ملت خودمان در اینجا با آنها تفاهمی داشته باشیم. دیگر به این اساس اگر ما بازم بگیم به همه گفتیم این را بسیار واضح ساختیم، پالیسی ما است که اگر هر جهت خواسته باشد که منافعشان برآورده شود باید منافع مشروعشان طبعا باید منافع مشروع دیگر را هم در نظر بگیره، که بدون از این ممکن نیست که پیشرفت صورت بگیره، ممکن نیست که در اونجا تفاهمی صورت بگیره، ممکن نیست که در اونجا زندگی به همی صورت بگیره. دیگه به اساس ما به هیچ کسی هر چند طبیعی است که اگر دو همسایه هم باشند در بین خود مشکلات می داشته باشند، اما این که مدیریت مشکلات و اهدافی که برای هر کشور و هر جهت مطرح است چطور میتونیم او را به دست بیاوریم. دیگه بیا ما با همه گفتیم که ما روابط ما با همه کشورها است و با همه کشورها ما روابط خود عیار کردیم و عیار میکنیم انشاءالله، و در این رابطه ما هیچ گاهی نمیخواهیم و نه پالیسی ما است و نه به نفع کشور و ملت ما است که ما برای به اصطلاح منافع یک کشور بر ضد کشور دیگری در اینجا بازی بکنیم، نه هیچ گاهی نمیشه. برای ما از همه کده مهمتر، اولتر، اهمیتتر چی است که منافع کشور خود ما، منافع ملت خود ما، ارزش های دینی ما، این برای ما مطرح است. دیگه به احساس ما فکر کنم که یک واقعیت است، یک راه معقول منطقی است، باید همه جهت ها همه کشورها این در نظر داشته باشند که اگر هر کسی که باشه خواسته باشه که منافعشان برآورده شود، منافع مشروعشان، باید منافع دیگر را هم در نظر بگیره. دیگه این راه که راه معقول منطقی است، به غیر از این هر کسی باشه نمیتونه که منافع خود را در مشکلات دیگران بسنجه. اگر باشه هم تا یک بحث شاید باشه، قسمی که ما شما میبینیم در جهان امروزی سیاست های جهان که ما شما میبینیم تاریخ خواندیم و فعلا عملا میبینیم، این به نتیجه نمیرسه. دیگه به اساس ما هیچگاهی به هیچ کشوری به هیچ جهتی اجازه نمیدهیم که در اینجا برای منافع خودش افغانستان را قربانی بکنه یا در اینجا میدان بازی بسازه. که متاسفانه در گذشته 20 سال خصوصا چیزایی که ما شما رو عملا دیدیم در اینجا، فیلن شما میبینیم که رابط ما انشاءالله با هم با کشورهای همسایه هم با کشورهای منطقه و فرامنطقه روابطی است و با بسیاری از کشورهای بسیار مثبت است، اما در بعض جایی که مشکلات و تشویش‌ها و نگرانی‌های وجود دارد در اون راستا ما در تلاش هستیم که بخواهیم بتوانیم این مشکلات را هم حل بکنیم. ممنون، سپاسگزار هستم. پامیر صاحب، چطور میشه که افغانستان در این شرایط حساس از تضادهای سیاسی نیابتی کشورها در امان بماند؟ ببینین احمدی صاحب، بارها گفته شده که دولت مداری و کشورداری و مردمداری یک هنر بسیار بسیار بالا و اعلا است. این هنر هر کسی که در رأس قرار میگیره مسئولیت می داشته باشه در برابر مردم و کشور و منافع ملی باید هم درایتش داشته باشه، هم معلومات و آگاهی هایش داشته و هم ابلیتی یا توانمندی های اجرای سیاست را داشته باشه. تقاضاها و خوشبینی های یک طرفه به هیچ جایی نمی رسه. درست است که همیشه جانب طالبان و همسایه ها و جهان گفتن که ما اجازه نمیتیم که خاک افغانستان
مورد سوء استفاده قرار بگیره. این در لفظ همیشه گفته شده، اما چی چاره که سخن وعده یک چیز است، ولی گام های عملی و مفید و سازنده و ملموس چیز دیگه بوده در جهان و همیشه مطور است. لذا از جانب طالبان همیشه از یک طرف دعوا میشه یا تقاضا صورت گرفته که ما را به رسمیت بشناسین، ما کشور علیه شما استفاده نمی کنیم، هیچ گروهی در اینجا امثال هم. اما از نظر عملی ببینین، سیاست خارجی هر حکومت یا حاکمیت انعکاس سیاست های داخلی از اون میباشد. اما متاسفانه در مورد امور داخلی افغانستان هنوز چنان اقداماتی که بتانه موجب قناعت کشورهای همسایه و جهان و سازمان ملل و سایر مؤسسات بین المللی و حقوقی شود، هنوز انجام نگرفته روی هر دلیلی که هست. در مورد تذکر مهمان گرامی ما که گفت باید هر کسی ادعای دارد در مورد موجودیت قوای یا نیروهای تروریستی در سرحدات باید اسناد ارائه کند، ما میخواهیم این نقطه دیگر را بیفزایم که امروز جنگ یا تقابل، جنگ و تقابل فیزیکی کمتر است تا جنگ های پشت پرده و غیر مرئی. جنگ های استخباراتی هیچ وقت افشا نمیشه و این قدرت خاص دیگه کار داره که تا کشفش بکنی. کشورها امروز دارای امکانات وسیع تکنولوژی هستند که از فضاها میتونن فیلم برداری بکنن، حتی فرد فرد انسان ها را حساب بکنن. بنابرو نمیشه که اینا روی میز اسناد ارائه کنن که اینی سند. نقطه بسیار مهمی را که نباید ما مهمان های گرامی، ما مردم افغانستان فراموش کنیم، او جنگ غیر مرئی و پشت پرده پی ما بین ابرقدرت ها هست. این یک چیز جداگانه است که طالبان هر قدر تلاش بکنن که افغانستان میدان بازی دیگر نباشد، ولی این نمیتونن مسئولیت داشته باشند که جنگ ها به صورت غیر مرئی به صورت این در افغانستان ادامه داره و ادامه خواهد داشت. سپاسگزار هستم. سینوری سه، شما به عنوان آخرین پرسش میخواییم بپرسم، چی میکنه ازمایی میتونه مؤثر باشه که از وقوع حملات همسان مثل حمله یه دیروز بتونه جلوگیری کنه؟ خب در قدم نخست باید امارت اسلامی یک پالیسی مدون خارجی را روی دست بگیرن و ما باید یک وثیقه ملی هم داشته باشیم تا مشکلات موجود ما حل بکنیم، و همچنان ما باید در استیج سیاسی باید ما استیج سیاسی خود باید قوی بسازیم، و همچنان روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه داشته باشیم و همچنان وظیفه داخلی یا به حساب از خود حکومت افغانستان است که باید این قوای استخباراتی و کشفی خود قوی تر بسازند، و همچو قبل از اینکه این گروه ها به اهداف خود برسند و یا اینطور یک قضایا را مثلا عملی بسازند باید جلوی ازی گرفته شوند، و ما باید در سطوهای کشف استخبارات خود ما باید افراد متخصص و مسلکی داشته باشیم، و همچنان ما اشاره کردم باید یک پالیسی مدون خارجی با کشورهای همسایه و در جامعه جهانی باید ما روی دست بگیریم و یک مکانیزم میتونن که ما را از این مشکلات نجات بدن. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم، هر یک آقای صادق شینواری آگاه مسائل نظامی اینجا در استدیو، آقای کریم پیکار پامیر نویسنده و تحلیلگر از کانادا، و همچنان آقای دکتر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی که از طریق خط اسکایپ از قطر با ما وصل بودن. و سپاس شما که بیننده تحول امشب بودید. برنامه تحول در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.